من و همایون، آقای همایون هوشیار نژاد، آقای اردلان مفید، اونا حرفاش زدن. من به نوبت منشین گفتم عزیز من، ما وقتی که زمانی که تو لس آنجلس، میگم توی ایران، تو تلویزیون بنده کارمند بودم به عنوان برنامه، به عنوان کارگردان، تو هر طبقه ای یه آبدارچی بود، تو هر طبقه 8 طبقه بود، 8 آبدارچی بودن. طبقه ای که ما بودم اول، یه آقای بود به نام آقای فاضلی. خب این آقای فاضلی تو تلویزیون چیکار میکرد؟ چایی میداد به کارمندا. وقتی که میرفت به خونه خودش، درسته دوستای داشت تو محل خودش، میگفتن آقای فاضلی یا کجا کار میکنی؟ گفت تلویزیون، کارمند تلویزیون، تو تلویزیون کار میکنم. خب این آقا میگفت تو کار تلویزیون کار میکنم، ولی این آقا که میگه من تو تلویزیون کار میکنم، آیا در تصمیمات و برنامه‌ریزی که تو تلویزیون میشد ایشون هم اظهار نظر میتونست بکنه یا نه فقط چای میآورد؟ مسلمه که ایشون چای میآورد، اظهار نظر که نمیتونست بکنه که بگه آقا نه این برنامه درست، این برنامه رو بذاریم. این جواب آقای مهمونی ایشونی دادم. ما توی لس آنجلس او کسایی که تحصیل این کار کردند، یکی آقای پرویز قره‌بفشاره که در UCLA اینجا درس خونده، یکی آقای ایرج گرگین بود، شادروان، روح شاد واقعا، یه زمانی رئیس خود بنده بود مدتی، خیلی مرد وارد بود، البته کار نرمال میگفتن عقاید چپی داشت، ایناش به من مربوط نیست، ولی مدیریتش خیلی خوب بود. یکی آقای ستار دلدار بود، تو ستار دلدار تحصیل کرده ایران بود، رادیو تلویزیون ایران رفته بود. یکی خود من، البته فکر کنم یه نفر دیگه باید باشه که من الان یادم رفته، به خاطر نمیارم، 5-6 نفر خلاصه. باقی دیگه آقای علیرضا امیر قاسمی حتی دیپلم نداره، میاد میشینه چیکار میکنه؟ میشه برنامه ساز. یا کسی دیگه نمیخوام اسم ببرم که فکر کنن من باید، خیلی هاشون بر اینه که ما بیدین، نه مردم ما، مخصوص ایرانیان خارج کشور، نه آگاهی خوبی به دست آوردن از مسائل منطقه، از مسائل سیاسی، و نه یعنی با این تلویزیون ها و این رسانه های لس آنجلس باعث شدن که بینشون تفرقه بیفته. درسته که روز اول خیلی بین ایرانی ها هم بستگی بود، جلو همین فرار بلینگی لس آنجلس، شاید هم در واشنگتن هم همینجور باشه، نیویورک هم همینجور باشه. روز اول تو همین فدرال بلدینگ تظاهرات گذاشتن، 20,000 نفر آدم میامد، اکثری هنرمند ها میامدن اینجا. همین آقای شهرام شپره با موتورش پرچم ایران رو پشت زده بود توی وستفود، گاز میداد میرفت. یعنی همه در تظاهرات در بر ضد رژیم شرکت میکردن، ولی یواش یواش کم 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 همین امسال 22 بهمن میاد، حالا من نمیدونم در واشنگتن هم همینطور، یعنی در همین لس آنجلس من فکر میکنم 10 نفر الا 20 نفر برن جلو فدرال بدیگه. و من شخصا تقصیر رسانه های شهر لس آنجلس میدونم، چون مدیریتشون درست نبود. اینا فکر میکردن فقط بیشتر جلو تلویزیون صحبت کنن دیگه تمومه، 4 تا فوش هم برای بیرای به رژیم بگن و بگن بله این دیگه درست شد. در صورت حالا من چند روز پیش، البته شما هم خوندین، روی اینترنت خوندم، یه آقای به نام آقای مهوی که اتفاقا آقای سربی هم درباره صحبت کرد که بله، من این اسم مهوی رو از یکی از دوستان قبلا شنیده بودم که در صورت در رژیم شاه هم حالا یا خودش یا پدرش پستی داشتن و خیلی ثروتمند و خیلی هم از نظر سیاسی واردن. خوندم که حالا خود نمیدونم، دقیقا نمیتونم الان بگم که این مهوی همون مهویه که من درباره شنیدم، ولی در صورت اینم اسمش مهویه. خوندید آقای سربی هم گفتن با اون ثروتی که داشته
از دولت فودستم میگرفته، از دولت کمک میگرفته، گندش در اومده. یه روزی من توی یکی از اون سوپرمارکت های تو وستوود لس آنجلس بودم به نام توچال، مدیر صاحبش خیلی با هم رفیق بودیم، بعد اونجا رو فروخت، رفت ایران. یه روز همینجا ایستاده بودم، یه بنز دوبله ام پارک کرد. بنزش هم حالا نمیخوام بگم بنز آخرین سیستم بود، ولی یه بنزی بود در اصل تمیز. خانم آمد فودستم داد دو تا نون سنگک خرید رفت. چرا رای دور میریم؟ همین ما ایرانی ها اکثرمون، نه هممون، اکثرمون دوست داریم یک کار خلاف انجام بدیم، یک چیز مفتی گیر بیاریم، بعدم اسمش زرنگی میذاریم. همین کجی، آقای کجی رو گرفتنش با یک نفر دیگه کنم در صورت ایرانی ارمنی بود، کجی رو گرفتن که اینقدر کجی میکردم و فیلم میساخت و درآمدش هم ماشاءالله از همه کسی دیگه بیشتر بود. آقا رو گرفتن با اون دوست، از دولت فودستم میگرفته کمک مالی، انداختن زندان. اگر خانم شهره خواننده که اون موقع برش ویدیو میساخت، یادتون هست که ویدیوهای شهره بیشتر کجی میساخت، اگر شهره به کمکش نرفته بود و پول وثیقه نگذاشته بود، تو زندان نگرش میشد. شهره خیلی کمکش کرد. یه آقای کجی ما تو همین لس آنجلس، حالا او فودستم میگرسه، ما چند تا دکتر داریم تقلب کردن تو چیز، توی کار بیمه گرفتنش. یک دکتری چقدر مرد خوبی بود، اسم نمیرم چون فوت کرد، اینقدر این مرد خوب بود، اهل هنر بود، ویولون میزد، کتاب نوشت، هر مریضی میرفت پلوش بهش جوک میگفت و واقعا خیلی بیشتر اوقات، حتی خود من چندین بار رفتم اصلا پول نمیگرفت از من، از دیگران هم میگرفت، همینقدر میفهمید که این زیاد چیده بهش پول نمیگرفت، حتی گاهی اوقات دوای مجانی میداد. هر وقتم که میرفتیم اونجا ماشاءالله پر بود. آقای یه دفعه منظرت میخواد، یه دفعه من رفتم خونهش، حالا برای چی بود نمیدونم، میخواست صحبت کنه یا درباره کتابش فکر کنم صحبت کنه، یک خونه داشت، خودش گفت این زمینش رو من قبل از که انقلاب بشه $600,000 خریدم و میگفت امروز خونه، این خونه من یادمه که این خونه دو تا استرخ داشت، یه استرخ بالا داشت، او آبش میریخت روی استرخ دیگه، استرخ ها، نه که حوضچه نبود، استرخ. میگفت این خونه الان 14 میلیون قیمتشه و وقتی که همسر این آقا فوت کرد، همسرش فوت کرد، توی یک، حالا البته نمیخوام دینشم بگم چی دینی داشت، 4,000 نفر رو چیز داد، شام داد، چی مجلسی گرفته بود، منو فیلم برداری میکردم. یه بار آقا رو گرفتن، یه آقا رو گرفتن توی انشورنس و توی مدیکل و مدیکر و اینا تقلب میکرده، اصلا هیچ کسی نمیشه باور کنه، واقعا کسی نمیشه باور کنه که آقای این دکتری که اینقدر تو جامعه ایرانی لس آنجلس محبوب مردم، دوستش رو تو رادیو میاد صحبت میکنه، جوک میگه، ویولون میزنه، تمام زندگیش گرفتن، 8 سال انداختن تو زندان، ولی فکر کنم 6 سال یا 5 سال بیشتر نبود، همه طردش کردن و دیدن که این مریضه و خودش داره تو زندان، آزارش کردن، بعدم فوت کرد. دیدمش یه بار، دیدم با عصا لاغر. یعنی ما ایرانی هم یه جوری تا وقت سفره افتاده همه دورش هستی، همینقدر که این سفره جمع میشه و بدونیم که این طرف هم یه خلافکاری کرده، اصلا سعی میکنیم فرسنگ ها ازش دور بشه، در حالی که خب حالا خلاف کرده، افتاده زندان، جریمهش داده، وقتی میاد دیگه بهش نامهربانی نکنیم، بیمحلی نکنیم، بیشتر رنجش بدیم. چون در یک مجلس دیدمش، واقعا آمده یک گوشه با عصا، من رفتم سلامم کردم، آقا در سایه یک روزی این حالا درسته خلافکاری کرده ولی یه روزی از من یه پذیرویی کرده، نسخه به من داده، پول نگرفته.
باید قدردانی کنم. یه سلام علیکی کردم باهاش، احوالشون پرسیدم رفته. ولی هیچ کم معلس نگذاشت. و فکر میکنم رو همین مسئله اصلا آخر عمر دقم کرد، زودتر مرد. حالا من اینجا یه ویدیو بهتون نشون میدم که ببینید اصلا این خلافکاری و خلاف کردن مثل که تو خون همه ما هست در صورت. حالا یکی بیشتر، یکی کمتر. یه ویدیو اینجا من کانال هفت فکر کنم لس آنجلس دو ماه سه ماه وقت گذاشته و رفته فیلم گرفته، ثابت کرده که این ایرانیایی که توی دانتان لس آنجلس بو کوچه مهران هستن چه خلافایی میکنن. من این فیلم رو در اینجا با هم دیگه میبینیم. Just try finding a parking spot in some parts of downtown LA. You'll see that almost all the meters are full. And if you look closely, you'll notice almost all the cars are sporting disabled. We see the same thing in parts of Westwood and in Beverly Hills. That placard is meant for drivers who are truly disabled, and it allows them to park at a meter free all day long. Who are all these people using those placards? You're driving with someone else's placard. Are they really disabled? You're breaking the law. Sure. And is this rampant use of placards leaving us no place to park? I've never once found a space on the street. Never. For 2 months, our hidden cameras watched a 10-square block of downtown LA, where we noticed on some days almost 80% of the cars parked at meters had disabled placards. Placards which by law can only be used if you're disabled or are driving someone who is disabled. But week after week we see people like this guy pulling up in a white Honda, slapping a placard on his mirror and parking free in front of his dress shop. We see him bending, pulling, doing a lot of heavy lifting. How could he have a disabled placard issued to him? Our investigation found the placard he uses is issued to this man, who's 70 years old. That placard is not yours. No, that's my father's. Back to him in a moment. Just a few doors down, we see this woman pulling up in a Nissan, putting up a placard, and walking into the women's store which she manages. All day we see her moving heavy racks and stretching. DMV records show her placard also belongs to someone else. Someone who's 79 years old. And just around the corner, this guy runs a men's suit shop. We see him parking his big Hummer in front of his store and putting up a placard that our investigation shows is issued to an 81-year-old man. There are almost no meters left for the people who shop here, like Amy Adams and her sisters. Have you noticed most of the cars at the meters have placards? I never noticed that before, but now I'm going to be very aware of that. They had to park in a more expensive pay lot because so many of the meters are taken up by people illegally using disabled placards. They should have to be forced to use a wheelchair for a month. Of the 12 drivers we watched over 2 months, 11 of them were using placards issued to someone else, which is a criminal misdemeanor. The problem of placard abuse is so rampant, we even found some of the hot dog vendors are using placards to park free. Get this, the placard on this hot dog truck was issued to a guy who's now dead. You think this is fraud? Oh, yeah. This LA traffic cop admits he knows exactly who's misusing placards. They're the owners of that business. The business owners fraudulently use placards. And the problem of placard abuse is just getting worse, according to the DMV. It is in total disregard for the intent of what that placard is for. That's DMV Chief Vito Scataglia after watching our undercover video. Is this one of the more blatant examples of fraud you've seen? Yes. So how would the people we caught explain why they're using other people's placards? I'm Joel Grover. First, we went back to that woman who runs a dress shop. Where do you park your car? I have in the parking lot. It's in the parking lot across the street? Right, yes. What she didn't know is that we had video of her parking at meters using someone else's placard. Do you use a placard? No. You don't? No. You're sure? Yeah. Can I show you some video? Yes. So I pulled out my phone. We saw you putting a placard up. But her boss stepped in and ended the interview. May I have your card? Yes. May I have your card? Okay, but you... No, you... no, shush! Down the block, I went back to that guy. I'm Joel Grover. Who ran another dress shop. Where do you park your car? I park my car in the parking here, over here. Sometimes $10 per day. Do you use a disabled placard?
No. No? No. He, too, didn't realize we'd seen him day after day parking right in front of his store. That placard is not yours. No, that's my father's. At first, he says he sometimes drives his elderly father. But then he admits, by using his father's placard, he can park free instead of at a more expensive lot. We think of saving $150, $200 at the end of the month. You're saving money by parking here? Yes. You understand now you're breaking the law? Sure. You didn't know that before? No, I didn't know that. So a few minutes later, he gets in his car and drives off. But we find his car parked a block away with his father's placard still up. I'm with Channel 4 TV. And finally, we went back to that guy at the men's store who used a placard issued to an 81-year-old man. Whose is it? That's my grandpa. Your grandfather. Yes. He claims he drives his grandfather to work at his stores. But we watched him repeatedly over 2 months and never saw him driving anyone else. I've seen you many times driving with that placard with no one else in the car. He finally gave up trying to explain to us why he was using someone else's placard. Just go ahead. No, I'm not going to handcuff you. I'm not a cop. I'm with Channel 4. I'm not a cop. Go ahead. I am not a cop. Go ahead. Handcuff you? I'm not a cop. لازه کردید شما توی وستوود لس آنجلس که بیاید خب در یک بلاک بیشتر مغازه های ایرانی است کتاب فروشی رستوران از 10 تا ماشینی که اونجا پارک شده 7 تا 8 تاش جلوشون هندیکپ زدن من یه موقع اونجا رو ویدیو گرفتم و میدونم تو آرشیوم دارم این رو همش هم کسایی که گذاشتن همشون هم ایرانی هستن چند سال قبل شاید میتونم بگم 27-28 سال قبل یک خانمی که جز برنامه سازای تلویزیون هست خیلی هم سرشناس و خیلی هم معروفه و یک بار تو تلویزیون گفتم دو نفر توی رسانه های ما گوش تلخن یکیش فروزنده آقای فروزنده یکیش هم یک نفر دیگه که حالا اسمشو نمیبرم این خانم هندیکپ زده بود دیسیبیلیتی جلوی ماشینش رفته بود توی بیولی هیلز پلیس اینجا حالا من نمیدونم تو واشنگتن هم اینطوری یا نه پلیس گاه وقتا یک چکی میکنه بینه که این کسی که این دیسیبیلیتی جلوی ماشین زده آیا واقعا مال خودشه یا نه خانم میان و میفهمه که این رو از یکی از دوستاش از عموش از حسن یک نفر گرفته بهش دستبند میزنن البته رسانه های اون زمان که بنده رسانه نداشتم اگه میداشتم اون موقع یعنی تلویزیون میداشتم میگفتم هیچ که درباره شرف نزن بعد هم مثل که یه جریمه دادن اینی گفتم فرق نمیکنه که ما روشن فکر هستیم تحصیل کرده هستیم یا یه آدم معمولی این در خون ماست دوست داریم گاهی وقتا یک کار خلاف انجام بدیم من این داستان از خودم بگم که یه باعث شد که من توی این مملکت فهمیدم آقا اینجا بهتر از راست گفتن و احترام به قانون گذاشتن هیچ نیست من وقتی که من سال 64 آمدم آمریکا 1964 ما در مشهد خب یه عده دوستایی داشتیم یه عده دوستی بودیم که همیشه با هم بودیم یه عده دوستایی بودیم که فقط تو خیابون یا تو جای همدیگر سلام علیک می‌داشتیم فرمانده لشکر مشهد یه تیمسار بود به نام تیمسار انصاری یه پسری داشت همسن ماها بود و یادم میاد اون موقع تنها کسی بود که توی تقریبا بچهای مشهد البته چند نفر دیگه ماشین داشتن ولی تو اون یه دوج داشت دوج 56 بود فکر کنم تو خیابونم می آمد و قول خودم یه مانورم می داد باید سلام علیک داشتیم وقتی آمدیم آمریکا این تقریبا یک سال قبلش آمده بود آمریکا تو نیویورک دیدیمش در اون موقع مثل حالا اینقدر ایرانی نبود یه چند نفر بچه‌های مشهد وقتی حتی تو خیابون تو برادوی یه ایرانی می دیدیم ذوق می زدیم که او ما رو دیده ما هم او رو دیدیم هم دعوت می کردیم حالا رومون رو برمیکنیم این یه روز برداشت گفت که محسن شما میتونی شناسنامه تو
ببری بدی به تریپل ای، تریپل ای یک نامه میده بگو آقای تصدیق منه، یک نامه بهت میده به عنوان توریست، اینجا میتونی یک سال باهاش رانندگی کنی. کار خلافه دیگه، ما هم تازه از ایران اومدیم. ما رفتیم ایرو شناسنامه رو دادیم و یک نامه و یک کاغذ بهم داد که بله ایشون یه تصدیقش رو میتونه رانندگی کنه. حالا ما هم رانندگی ماشین که نداشتیم، یه بار یادم میاد با یکی از فامیلای من که اونم از مشهد اومده بود، یه روز رفتیم یه ماشین کرایه کردیم. همین. چرا؟ یه بارم فریدون گله که حتما اسمش رو شنیدی، کارگردان بود، این بچه مشهد بود. البته اصلاً هیچ مشهدی نبود چون پدرش رئیس گمرک مشهد بود. با در مشهد با هم رفیق شده بودیم. تو نیویورک هم یک مدت خیلی کوتاهی رومیت بودیم. حالا ماشین رو هم یه روز داد ما رانندگی کردیم باش. همین. این تموم شد. یه روزی که تصمیم گرفتم پول جمع کرده بودم برم ماشینی بخرم، ماشینی که از دوستایی که شاسیشم خیلی کوتاه بود گرفتم، رفتیم معامله ماشین بکنیم. درست اول جولای سال 1966. دوستم هم کنار میشد، داشتیم برمیگشتیم توی اوکلند. من استاپ ساین ایستادم، بعد حرکت کردم، ولی در همین لحظه که حرکت کردم روم به طرف دوستم کردم. حالا صحبت چی بود یا درباره ماشین، یه بار دوستم گفت مواظب باش. تا برگشتم دیدم یک بچه اومد جلو ماشین من، من واقعا هول شدم. به جای که ترمز بزنم گاز رو از روی بچه رد شدم، اون بر نگه داشتم، بچه افتاده وسط خیابون، ماشینم از روش رد شد. یک لحظه این واقعیت میگم، یه لحظه یک 20 قدمی مثل که میخوام فرار کنم، رفتم کجا میخوای فرار کنی؟ برگشتم. خواسته همین توی ای بودم برم و بیام و برم و بیام فرار کنم. واقعا هم بگم اصلا یک شک به وارد شده بود. و چی تو مغز خودم، تو فکر خودم، آقا من تصدیق ندارم. آمبولانس اومد و بچه رو بردن و پلیس اومد و دوست من به پلیس گفت آقا این بهش شوک وارد شده، باش حرف نزن، هر سوالی داری از من بکن. کارشناس اومدن نگاه کردن، نه من استاپ ساین استاده بودم، حرکت کردم. بعد اتفاق افتاد. ببینید اون موقع چقدر حالا فرق داشت. تو نیویورک، تو اوکلند نیویورک، مثلا تو کوینز نیویورک، یه چند تا همسرا اومدن. یکی از این همسرای خانم گفت بیام بریم تو خونه من قهوه بخورین اینا. ما رو بردن تو خونه، پلیس هم اومد اونجا با من تا ساعت 11 شب با من صحبت نکرد پلیس. من اصلا نمیتونستم، اصلا فکر دنیا، من فکر میدم خواب دارم میبینم. درست اول جولای 1966 ساعت 11 ما رفتیم پلیس استیشن، دیدم یه خانم اونجا نشسته. بعد متوجه شدم که این خانم اومده بود به نفع من شهادت داده بود. خانمه گفته بود که این دختر 7 ساله بود. این دختر از خونه اینا میاد میدوه یک دفعه جلو ماشین و دیده بوده و من ایستاده بودم استاپسان حرکت میکنم، این دختر میره بره او بر خیابون. خونهشون بوده، پدرش هم داشته رفته بوده بیسبال نگاه میکرده، مادرش هم که خونه نبوده. در صورت به نفع من شهادت داده بود. پلیس گفتم من تصدیق اینم، کاغذش، کاغذ تریپل ای شانس من نگه داشته بودم، حالا چرا نشون دادم. بنابراین شد که ما 12 هم بریم کورت. دوست عزیز، این 12 روز نمیدونیم به من چی گذشت، بری خاطر یک کار دروغ و یک کار خلاف. 12 روز، اون موقع ایرانی ها مثل حالا این نبود که اینقدر زیاد میشن قوانین بده. یکی میگفت 2 سال زندانی داره، یکی میگفت از این مملکت بیرون میکنه، هر کسی یه چیزی میگفت. شب تا صبح خوابم نمیمونه، هی بلند میشدم دست بگیرم خدایا کمک کن. اصلا یه حال عجیبی من داشت، یعنی مثل که یارو مرده و زنده شد، اینجوری شده بودم. بعد یه روز با خودم گفتم آقا بلند شم برم کنسولگری ایران. رفتم اونجا و دقیقا اسمش یادمه،
حالا من نمیدونم همین کسی که تو واشنگتن کشتنش همون بود یا نه، اسمش بود آقای طباطبایی، جوونم بود. رفتم اونجا و گفت بفرمایید. گفتم آقای طباطبایی من یک کاری کردم که آمدم اینجا، نمیخوام اصلا دیگه از نصیحت گذشته چرا این کاری کردی و چی این کار نکردی، از همینجور از ایناش گذشته دیگه. گفت چی اتفاق افتاد؟ جریان تعریف کردم. گفت خب حالا ما میخوایی چیکار کنیم؟ گفتم اگر شناسنامه منو فرستادم برای شما بگی این تصدیقشه. گفت آقای نانی جان من اگه کار، اولا من تازه اومدم، اولا بعد من اگه کار برای شما بکنم فردا دانشجوی دیگه ایرانی دیگه توقع از من دارن. دیدم راستم میگه، واقعا راست میگه. فقط اون برداشت گفت که در اون لحظه گفت که آقا من یه کار میتونم برای شما بکنم، من خودم برات وکیل میگیرم میام تو دادگاه. گفتم خیلی ممنون متشکرم، آمدم بیرون. دیدم رفتیم یه وکیل پیدا کرد، یه وکیل آمریکایی. گفت آقا من $100 میگیرم میام اونجا، اگر زیاد حرف زدم بیشتر میگیرم. گفتم باشه. روزی که دادگاه داشتیم، حالا ما برای اولین بار میریم دادگاه، دادگاه رو من تو فیلم ها دیدم، هیئت جوری نشستن و بو این چیزا تو مغز من میامد. اون روز یکی از بچه های بچه ساوه بود به نام تقی والی، اونم با من اومد. من یک مقدار پول خودم داشتم از چند تا دیگه، $700 اون زمان که شاید بگم میشه $7,000 اینجا برداشتم، اصلا نمیدونستم چه اتفاق میفته. رفتم و دادگاه حالا متوجه یه جه نشستن توی یه سالونی و جاج اونجا و این همی که شما اسپید لیمیت میگیری میری خلاف میکنی میری اونجا میشینی صداد میزنن. خواست نوبت من شد، گفت که نداری نجات وکیل ما بلند شد، وکیلم بلند شد، اصلا من حرف نزدم. وکیل من جریان تعریف کرد، پرسید که بچه کجاست حالش چیه. حالا اینم بگم ما بعدا با هزار گرفتاری و این بر بپرس و این بر بر خواست فهمیدیم بچه خدا رو شکر نمرده بود، سرش اینجا شکسته بود و پاش. گفت بچه اینطوری و چیز، گفت بچه تو بیمارستان حالش خوبه، اینجور پاش شکسته اینا. منی که 12 روز نخوابیدم، 12 روز 12 کیلو وزن کم کرده بودم، اصلا چی حال نمیتونم براتون تشریح کنم چی حالی داشتم به خاطر ندانستن قوانین و به خاطر خلافی که کرده بودم. زن گفت $25 من جریمه کرد که من اصلا باز فکر میکنم خواب دارم میبینم. وقتی دم گیشه آمدم این $25 بدم، تمام پولا رو از هولم ریخته بودم زلو رو یارو یک نگاه کردی کیه این بانک زده $25. یادم بیاد آمدم بیرون و دیگه تقریبا ساعت 1 بعد بود، همین وکیل ما رو برد توی یک بار زیرزمینی بود تو همون برادوی اینا، برد یک گلاس مشروبم به ما داد و پولش گرفت و رفت. اونجا باور کنید از اونجا من متوجه شدم که آقا اگه میخوای تو این مملکت بمونی باید به قانون احترام بذاری، دروغ نباید بگی. اون یک درس خیلی بزرگی شد برای من و تا امروز خدا رو شکر هیچ خلافی انجام ندادم. از همون موقع هم تصمیم گرفتم دروغ به هیچ وقت به دروغ نگفتم، چون احتیاج نیستم که دروغ بگم. شما وقتی احتیاج داری دروغ میگی، احتیاج نیستم، چون وقتی یک دروغ میگی یک دروغ دیگه باید بگی و یک روزی در صورت او دروغت کشف میشه، همه میفهمن و تو جامعه چی میشه آدم دروغ بود. میگه آقا یارو دروغ میگه، همش دروغ میگه، یا یارو همش کلاهبرداری میکنه چقدر بده، یا چشمش همش دنبال ناموس مردمه، زن داره ها بچه داره ولی خجالت نمیکشه. خدا رو شکر اینقدر که من از این رسانه و از بعضی افراد توی جامعه انتقاد کردم، یکی نتونسته تا حالا از من انتقاد بکنه. در صورتی که من خانمم بچه هم توی این شهر پورتلند اورگان بودن، خودم توی لوس‌آنجلس گاه وقتی یه ماه بودم، چون اعمال کردارم هم توی جامعه در صورت زیر ذره‌بین جامعه هست. پنجم همین اکتبر هم میاد، 5 اکتبر 49 سال
که ما وارد 49 سال ازدواج میشیم. چون اعتقاد دارم زن خوبی که داری، همسرت اگه خوبه تو هم باید مرد خوبی باشی دیگه. نمیگه همسرت خانه دار باشه، نجیب دار باشه، بچه‌ها رو خوب بزرگ کنه، کارم بره بکنه، ولی آقا در کجای رفته با دوستای قدیمش دور همن زن حال میکنن. نه آقا،